در آبهای بین المللی خلیج مکزیک هستیم، جایی که همجور که میبینید پشت سر من تانکر سوئز راجان قرار داره. داستان سوئز راجان داستانی است که حدوداً یک سال و نیم است که ادامه داشته. یک سال و نیم پیش بود موقعی که ابتدا این تانکر توسط سازمان اتحاد علیه ایران اتمی معرفی شد به عنوان تانکری که نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق میکند و برای وزارت دادگستری بایدن مدت‌ها طول کشید تا بالاخره موفق بشن که این تانکر رو توقیف بکنن و سپس دستور بدن که به سمت آب‌های ایالات متحده بیاید. و الان سوئز راجان در نزدیکی 105 کیلومتری ساحل تگزاس نزدیک به شهر گالوستون قرار دارد و منتظر این است که از طریق تانکر به تانکر نفتش انتقال پیدا کنه و فروخته بشه در آمریکا. افرادی که نزدیک هستند به این پرونده و با من صحبت کردن و خواستند که نامشون فاش نشود میگویند که تانکرهایی مثل سوئز راجان یک شبکه‌ای از تانکرهای اشباح جمهوری اسلامی رو تشکیل میدهند، نفت جمهوری اسلامی رو قاچاق میکنند. برخی به من گفتن این فروش این نفت باعث میشه جمهوری اسلامی و بسیج و سپاه پول به دست بیارن برای اینکه خریدهای نظامی انجام بدن. اسلحه هایی که باهاش مردم ایران رو در اعتراضات سرکوب میکنن همه از طریق این نفت، فروش این نفت حاصل میشه. شاهراه حیاتی اقتصادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از تانکرهایی مثل سوئز راجان. به هر حال فعلا این تانکر در همینجا لنگر انداخته است و خواهد موند تا به زودی نفت اون از طریق تانکر به تانکر به ایالات متحده انتقال پیدا کنه. آرش علایی، خلیج مکزیک.